29 سالش سی امتیازی میشه. خب 15 امتیاز مدرک داره میشه 45 امتیاز. سابقه کارشو فعلا ما بر اساس ده امتیاز بریم جلو با هم دیگه میشه 55 امتیاز. حالا در مورد کد رشته صحبت کن میشه 55 امتیاز. خب و از اون بعد خب همسرش آقا سعید ایشون هم 29 سالشه، ایشون هم در واقع فوق دیپلم علمی کاربردی داره. اگه بخوایم سعید رو امتیاز شماری کنیم، سعید میشه 30 امتیاز سن، 10 امتیاز مدرک تحصیلی و حالا بین 10 تا 15 امتیاز هم سابقه کار. یعنی سعید هم 5 امتیاز در واقع از فرزانه امتیاز مدرک تحصیلیش کمتر میشه، ولی بقیه امتیازش رو شبیه هم دیگه. حالا 55 امتیاز دارن، میتونن با ناتی 5 امتیاز زیاد کنن بشن 60 امتیاز و تا سقف 20 امتیاز رو زبانشون اضافه کنن که بشن 80 تا 10 امتیاز رو همسر بگیرن شامل زبان و اسسمنت، این میشه 90 امتیاز. امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم فاطمه 55 امتیاز قطعی داره ولی پتانسیل افزایش تا 90 امتیاز رو هم داره. این از بحث امتیاز شماری. حالا در مورد کد رشته ببین، چون از یه طرف در واقع رشتهش کاردرمانی هست فاطمه و از اون بر فوق لیسانسش هم دوباره کاردرمانیه، حالا ما توی کاردرمانی ببین کد رشته های مختلفی میشه اوورد، باید ببین چی میخواد سابقه بیاره که بر اساس اون سابقه بشینیم باهاش کد رشته ببندیم. دستش باز هست رو کد رشته، میتونه نه همه چیز، مثلا میگم روان درمانگر نمیتونه انجام بده، سایکوتراپیست رشته مرتبط میخواد مثلا، ولی یه سری رشته هایی که نامرتبطه به کار درمانیه ما از رو مسیرها از اون شاخه ها میتونیم بریم جلو. یه مثال میتونید بگید مثلا چه رشته هایی؟ چون ایشون کلا سابقه کارشون دقیقا کار درمانی بوده، بیمارستان و کلینیک کار کردن، الان هم کلینیک شخصشون رو دارن و همینطور تو آموزش پرورش هم که استخدام شدن به عنوان کاردرمانگر برای آموزش پرورش استخدام شدن، یعنی همین مدارکشون برای کاردرمانگریه. خب ببینید ما گاهی اوقات ممکنه مدارکی که داره به اون مدارکی ما میخوایم نخوره، یعنی مجبور باشه که یه جوری به قول معروف اینا رو مدارکاری بیاره با روان با کاردرمان با کارپرشت کاردرمانی انتخابمون کمتره. مثلا فیزیوتراپی یه شاخه‌ای داره مثل تکنسین فیزیوتراپی مثلا، خب میشه باهاش اومد جلو، اینا میتونه حالا بتونه سابقه کار بیاره. ما یا باید وارد رشته مرتبط بشیم یا وارد رشته غیر مرتبط بشیم، اونایی که اجازه میدن با مدرک تحصیلیمون بهش ورود کنیم. این دوتا چیزی که الان خود ایشون داره نمیشه، یعنی این دوتا کاری که داره خودش انجام میده به هیچ کد شغلی مطابق نمیشه که ایشون بتونه باهاش بزنه، باید یکم جابجایی داشته باشه. خب اینو خودتون اوکی میکنید دیگه، فقط بهشون میگید ایشون مدارک میاره براتون تو یه جلسه با خودش میذاریم، شما هم میتونید بیایید اون جلسه بعدن که اومد جلو. اون جلسه میاد محدودیتاشو در میاریم، بر اساس محدودیتی که داره به یک کدی ببینیم چی میتونه بیاره، ببینیم دستش کجا بازه چی میتونه بیاره، بر اساس اون یه انتخابی براش انجام بدیم. ما تلاش میکنیم نزدیکترین انتخابو بزنیم با اون چیزی که بتونه جای داره بیاره، ولی این رزومه که شما میذارید جلوی من مثلا آموزش پرورش نمیشه ازش نامه به درد بخوری گرفت از آموزش پرورش، ولی کلینیک و بیمارستان رو میتونه کاملا بیاره. اوکی مسئله نداره، اگه مال خودش هم نباشه اوکی دیگه، مثلا مال یکی دیگه بیاره. آره اوکی. بعد این کلینیکی که خودشون داره کمک کننده هست؟ ببین مثلا تو بعضی از رشته ها مثل رشته مارکتینگ، مثال دارم میزنم و با عنوان مثال دارم، فروش میشه تو اونا گذاشتش خب، ولی توی کلینیک خودش یه دونه رشته داریم مدیر کلینیک. خب یه رشته اینجوری هم داریم مدیر کلینیک، ولی معمولا برای کلینیک‌های خیلی بزرگ زنجیره‌ای استفادهش می‌کنیم ما. پزشکای مثلا پزشکای مدیر بیمارستان می‌بریم اونجا، پزشکای که بیمارستان‌های زنجیره‌ای و درمانگاه زنجیره‌ای دستشون می‌بریم اونجا. یه رشته داریم مثلا مدیر خانه بهداشت رو می‌بریم اون تو، مدیرای خانه بهداشت. خب بعد بیاد این ما بهش بگیم توی اون رشته ها چه نامه هایی میخواییم، در نهایت یکیشو باش ببندیم 100% یه دونه بسته میشه باش بدون شک. یعنی اینجوری نیست که بیاد جلو یه سورپرایز بشه نتونیم کد رشته ببندیم، چون بالاخره این میخواد مهاجرت کنه دیگه. دغدغه اکثر افراد توی جلسه ها میان انتخاب رشته است، یعنی کد رشته و اینا خب دغدغه خیلی مهمیه، ولی خب الان خودش هم نیست نمیدونیم. مثلا من اگه بهش بگم یه جا مدرک بیار
درمونگا باشه این توش نوشته باشه میتونه بیاره یا نمیتونه بیاره، اون تو جلسه باشه خود میتونه بگه. آره میتونم بیارن، حالا رو با خودشون صحبت میکنیم دیگه. بله آقای دکتر یه سوال دیگه بپرسم، ایشون الان امتیاز قطعشون 55، خب در امتیاز هم همسر حتماً دارن 65، حالا زبانشون هم مثلا وسط بگیریم خیلی بالا نشه، مثلا حالا ببینیم 15 امتیاز هم از زبانشون داشته باشن، حدودا میشه بین 70 تا 80 امتیاز، با این اوکیه دیگه برای اساس و دعوتنامه‌شون؟ مثلا ناتون رو در نظر نگیریم؟ این جواب قطعی نداره. ما اساس اوکی میکنیم، آره 100%، اساسش اصلا ما گارانتی میکنیم براش، ولی بعد از اساس ثبت امتیاز و ثبت امتیاز دعوتنامه است که ما نمیدونیم چی میشه، یعنی اونجا یه چیزیه که هیچ کسی نمیدونه قطعی. تجربتون میگم که مثلا شانسش خوبه دیگه، رشتهش خوبه به نظر من، سنش خیلی مناسبه، همه این کسایی که دارن اقدام میکنن تازه خیلی ها 25 امتیازی شده سنشون، بعضی ها 15 امتیازی شده، تو همین جلسه بشینی حتما میشنویم اگه بشینیم تا آخرش. خب سنش خیلی مناسبه، امتیاز کامل سن رو داره میگیره، امتیاز کامل مدرک تحصیلیشو داره، 15 امتیازیشو داره میگیره، به نظر من کیس خوبیه، ولی اینکه من بگم مثلا حالا امروز شروع کنم منظورم اونه. آره قطعیت که روش 100% نمیشه. بعد سازمان ارزیابی ایشون چی خواهد بود؟ این با احتمال خیلی زیاد سازمانش وتاسس میشه. درست. آره که بتونیم دستمون رو بیمه هم باز باشه اونجا، چون وتاسس بیمه نمیشه. آره بر همین پرسن. مرسی. قربون شما. مرسی از شما. وقتتون نه نکنه. زحمت کشید. شما دست داشته.